به نام خدا. در این قسمت از کتاب بخوانیمتون داستانی آورده شده و در این داستان به جای بعضی از کلمات تصویر گذاشته شده. شما داستان رو میخونید و به جای تصاویر میتونید کلمه رو بگذارید و نامی هم برای این داستان انتخاب میکنید. من نام این داستان رو خودم گذاشتم داستان دفتر نقاشی من. داستان را به کمک تصویرها بخوان و یک نام قشنگ برای آن انتخاب کن. سارا کوچولو در دفتر نقاشی یک خروس کشید. یک خروس سرخ و سفید و زبر و زرنگ که دانه می‌خورد. بعد در آن طرف دفتر نقاشی یک روباه کشید. قهوه‌ای و زیبا. روباه که خوابید، سارا کوچولو از اتاق بیرون رفت. روباه از خواب پرید. چشمش به خروس افتاد. خروس چاق و چله ترسید و مداد سارا رو دید. آن را برداشت و یک رودخانه کشید. روباه افتاد توی رودخانه. خروس زد زیر خنده. ناگهان چشم روباه به پاکن سارا افتاد. آن را برداشت و رودخانه را پاک کرد و خروس را دنبال کرد. خروس هم بیکار نشد. یک نرده کشید. روباه محکم به نرده خورد. روباه پاکن را برداشت و نرده را پاک کرد. این بار خروس یک شاخه کشید و رفت بالای شاخه. روباه هم میخواست از درخت بالا برود ولی افتاد زمین. دیگر دنبال خروس نرفت. چشمایش را بست و توی دفتر نقاشی سر جایش خوابید. خروس هم رفت سر جایش تا دانه بخورد. حالا آخرین قسمت کتاب بخوانیم درس نیایش. ای خدای مهربان، تو را شکر می کنیم که به ما توانایی دادی تا خواندن و نوشتن را یاد بگیریم. خدایا از آموزگار خوب خود سپاس گذاریم که به ما خواندن، نوشتن و درست فکر کردن را یاد می دهد. از پدر و مادر دلسوز خود سپاس گذاریم که برای بزرگ کردن ما زحمت فراوان می کشند. خدایا امروز که آخرین درس کتاب را می خوانیم بسیار خوشحالیم که می توانیم داستانهای شیرین و کتابهای آموزنده بخوانیم. کتاب بخوانیم اول ابتدایی تمام شد. پس کتاب بخوانیم تمام شد و من در ویدیوی بعدی بنویسیم رو تمام میکنم و در اونجا با شماها صحبتی خواهم کرد. خدا نگهدار.